صبر احمد مسعود در تاجکستان لبریز شد. 4 منافق با قصرهای میلیونی تصمیم دارند با طالبان معامله کنند. جزئیات تکان دهنده این خبر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. معین اسلامپور روی برگه فیسبوکش می نگارد: معمای 1,20,000 دلار به وقوع حادثه بدخشان. دیروز بر مناسبت رویداد فاجعه بار بدخشان، ختم قرآن کریم در تاجکستان با حضور برخی از چهره‌های مقاومتی برگزار شد. بر بنیاد روایت یک دوست، احمد مسعود در این مراسم سوگوارانه شرکت کرده است، اما با هیچ یکی از چهره‌های بدخشانی به جز 2 نفر دیگر تا ختم مراسم با کسی صحبت نکرده است. بر اساس این گزارش به نظر می رسد آقای احمد مسعود به شدت نسبت به حادثه غمناک بدخشان سخت متاثر و سوگمند است. همچنان بر بنیاد یک گزارش دیگر، قبل از این رویداد رهبری مقاومت برای مسئولان نظامی استان بدخشان مبلغ 1,20,000 دلار آمریکایی را برای تجهیز اکمالات، مهمات و مواد لوجستیکی چریک های بدخشان پرداخته است تا با این ازینه چریک های بدخشانی تقویت و حمایت شود. اما برخلاف، نه تنها چریک ها تجهیز و اکمال نشدند، بل در جریان این رخداد با وجود تماس مکرر زنگ فرماندهان بی پاسخ مانده است. هنوز از سرنوشت این 1,20,000 هم خبری نیست. گفته می شود آقای مسعود از برخی ها پرسیده است که این پول کجا شده است و چرا در اختیار چریک های بدخشانی قرار دادن نشده است. مقاومت با این چهره های منفور که روزانه 1 سلام با احمد مسعود می دهند، 4 سلام بر رهبری طالبان، آینده مقاومت را زیر سوال می برد. گروه مافیایی به مراتب از دشمن مقاومت خطرناکترند، زیرا عملکرد دشمن قابل رویت و شناخت است. اما آدمک هایی که خود را با هویت مقاومت جا زدن مخوف و دشوارتر است. معین اسلامپور در پست دیگرش نگاشته است: پیامدهای مرگ 2 فرمانده در بدخشان. مرگ فرماندهان یفتلی، حمید مجاهد و سید بهرالدین، چریک های وابسته به این 2 چریک نامراد، چه پیامدهای را بر وضعیت اجتماعی نظامی این استان و ویژه برای امارت قومی دارد؟ ممکن ادعای به این باور باشند مقاومت در بدخشان به بنبست رسیده است. حتی طالبان بدخشان با این پندار بر سر جنازه های شهدای راه آزادی و عدالت بزم و جشن برپا نمودند. با این وجود، پارادوکس های ناشی از این رویداد غمناک چند مسئله کلی می تواند سرنوشت مقاومت، زوال و نابودی زود هنگام امارت استبدادی را در این استان رقم بزند. 1. یفتلی ها همواره 1 طرف بازی های کلان سیاسی هستند. غرور و پیشینه تاریخی خود را خوب درک می کنند. عملکرد رژیم طالبان بدخشانی وابسته به فاشیسم آنها را در خط آخر عقده و کینه برده است. مرد و زن در پی اقدام از مولوی امان الدین والی بدخشان هستند. حال با توجه به نفوذ و تاثیر اجتماعی سیاسی یفتلی ها در این استان، قطعا دایره زندگی و فعالیت امارت بدخشان را در فیض‌آباد تنگ و نفسگیر خواهد ساخت. به لحاظ پیوند و تسلسل اجتماعی، هر چریک شهید شده حداقل با 100 آدم دیگر رابطه و پیوند خونی دارند. وابستگان اینها چون افی زخمی در کمین هستند. از این پس شاهد حوادث جدی خواهیم بود. 2. رگ‌های عصبیت طالبان یفتلی نسبت به این حادثه تورم کرده است. از جانب دیگر، برای یفتلیان در امارت طالبانی مطابق به شأن و جایگاه سیاسی اجتماعی آنها چندان امتیاز در نظر نگرفتند. به نظر می رسد طالبان یفتلی با در نظر داشت این 2 مسئله، خنجر کین و انتقام را به تن همسنگران فزونخواه خود فرو خواهند برد. 3. تیف های سیاسی نظامی بدخشانی با این رویداد ظالمانه سخت متاثر و سوگوارند. سکوت و تحمل را بعد از این گناه می پندارند. از داخل و خارج برای براندازی و نفوذ بیشتر چریک های بدخشانی اما هنگی خواهد شد. 4. صلاح‌الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی آدم مفت، بی تأثیر و بی نفوذ نیست. او هنوز خود را زعیم بلا منازع بدخشان می داند. کمتر بدخشانی است مصلحت ایشان را در نظر نگیرند. وی در برابر این تراژدی با صبر استراتژیک و دوراندیشانه خود نقطه پایان خواهد گذاشت. چنانچه اعلامیه واکنشی آقای ربانی دال بر مدعای ما است.
5. منصور هاشمی دوم بدخشان جز کشتن و بستن دیگر هیچ راه را ندارد. او هرقدر بکشد و ببندد خشم و خشونت بیشتر کند. تیشه را در بیشه خود میزند و زمینه نابودی خود را فراهم میکند و جبهات زیادی را علیه خیش آرایش و تقویت مینماید. 6. رخداد بدخشان دو طرف شکست قطعی و حتمی داشت. یک طرف طالبان بدخشانی بود که با کشتار و تیرباران همشهریان خیش تعلق بدخشانی خود را قطع کردند و در نقش یک وزیرستانی بیرحم عمل نمودند. طرف دیگر شکست جبران ناپذیر این رویداد وحشتناک دلقکان مقاومت است که دیگر هیچ کسی به وعده های سرخرمنانان اعتماد نمی کند. آنها اعتبار و اعتماد خود را نزد مردم از دست دادند. در واقع با مرگ چریک‌های بدخشانی مافیای مقاومتی برای همیشه مردند. احمد مسعود دیگر بر آنان اعتماد نخواهد کرد. با توجه به موارد برشمرده طالبان بدخشانی بعض رقده و کینه را در سراسر بدخشان کلان کاشتند. افت اجتماعی جدی نموده است. این جماعت وحشی با انجام جنایات جنگی از خود بیگانگی جامعه بومی خیش را نمایش دادند. گزینه های فرق هر کدام اتفاق می افتد. ما دیر یا زود شاهد جنبش زوال و نابودی طالبان و تفکر بدویت در این ولایت خواهیم بود. مقاومت فراتر از این رویداد خونین است. نفس این حادثه مقاومت را نهادینه و همیشگی ساخت. خدای ناکرده ما شاید چندین فاجعه دیگر هم باشیم. مقاومت یک فرد و چند فرد نیست که نابود شود، بل مقاومت یک مفهوم تاریخی است. مقاومت نام دیگر آزادی است. مفهوم مقاومت در ذهن و از ضمیر زنان بدخشانی است که برای تحقق آزادی و عدالت اجتماعی کودکش را با رویای آزادی خواهی تولد می کند. نظیر ایوبی می نگارد. احمد مسعود روز گذشته در تاجکستان گفته است 4 منافق آقازاده که قصرهای میلیون دلاری دارند و هیچ کار سیاسی و نظامی نکردند با مقاومت مخالفت میکنند تا وارد معامله با طالبان شوند، در حالی که طالبان تنها منتظر زنگ تلفن او هستند. آقای مسعود کسانی را که منافق خطاب کرده نام نبرده است. و در پایان، منابع محلی در پروان میگویند که یک مرد در این ولایت با گذاشتن ماین روی شکم همسرش و انفجار آن وی را به قتل رسانده است. این رویداد از روز چهارشنبه در دره قرلوچ از مربوطات ولسوالی سیاگرد پروان به وقوع پیوسته است. به گفته منابع، شوهر این زن خواجه محمد نام دارد و کارمند ماینروبی در ولایت قندهار می باشد. منابع می افزایند که خواجه محمد نخست خانمش را با ضرب چاقو زخمی کرده، سپس ماین را روی شکم وی گذاشته و انفجار داده است. منابع اضافه می کنند که این خانم حدود 35 سال سن داشته است. منابع همچنان می افزایند که شوهر این خانم نیز از سوی طالبان در دره غوربند بازداشت شده است. مسئولان محلی طالبان در پروان ضمن تایید این حادثه انگیزه آن را خشونت های خانوادگی عنوان می کنند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.